آرزومند هستم صحت و سلامت باشین. به همین آرزومندی میپردازیم به برنامه حاضر دیدگاه. طوری که هموطنان عزیز در جریان قرار دارن، در نتیجه 3 دهه جنگ در افغانستان، سیل عظیمی از افغانها بنابر مجبوریت از کشور فرار و به کشورهای مختلف خارجی به طور پناهنده زندگی اختیار کردند. از جمله کشور آلمان. کشور آلمان در حال حاضر میزبان در حدود 100,000 پناهندگان افغانی می باشد. پناهندگانی که در کشور آلمان در حال حاضر زندگی می کنند، اینا را می توانیم به چندین کتگوری تقسیم بکنیم. کتگوری اول شامل حال کسایی میشه که تابعیت کشور آلمان حاصل کردند و بدون کدام مشکل زندگی خود را به پیش میبرند. کتگوری دوم شامل کسانی هست که آنها در زمان جنگ قشون سرخ اتحاد شوروی وقت از افغانستان به آلمان رفتند و مطابق ماده 52 کنوانسیون ویانا پناهندگی حاصل نمودند و به زندگی خیش در آلمان ادامه میدن. بخش سوم از هموطنان مهاجر ما در آلمان به طور مهمان زندگی میکنند که در هر 2 سال بعد ویزه اقامتشان از طرف حکومت آلمان تمدید میشه و بدون کدام مشکل زندگی خود را به پیش میبرند. و اما کتگوری چهارم و آخری مهاجران مقیم آلمان شامل او تعداد از هموطنان ما میشه که اینا سند هویت موقت 1 الی 3 ماه داشته و این تعداد از مهاجران افغان نمیتونن از یک شهر به شهر دیگه سفر داشته باشن، رفت آمد بکنن. اینا مشخصا در تعداد زیادشان در شهر هامبورگ زندگی خود را به پیش میبرند و از مدت تقریبا 1 سال است که اینا در معرض تهدید اخراج از کشور آلمان قرار دارند و تعدادشان هم به شکل اجباری از اون کشور خارج شدند و به افغانستان آمدند. همچنان کشور عربستان سعودی، تعدادی از هموطنان ما در کشور عربستان سعودی زندگی میکنند با پاسپورت‌های پاکستانی. چنانچه چندین ماه قبل با جناب وزیر امور خارجه افغانستان مصاحبه اختصاصی داشتم، یکی از پرسش‌های ما از جناب وزیر خارجه همین مشکل بود که ایشان وعده داده بودند تا از مجاری سیاسی و دیپلماتیک این مسئله را حل بکنند. طوری که لحظات قبل تلفن اپراتور شبکه رادیو تلویزیون آریانا به ما اطلاع داد، تقریبا روزانه بیش از 30 تلفن از افغانای مقیم عربستان سعودی به شبکه رادیو تلویزیون آریانا میرسه و التماس میکنند که آوازشان ما به مراجع مسئول من جمله وزارت امور خارجه افغانستان برسانیم تا آنها به مشکلشان رسیدگی کنند. ما خوشبختانه در بحث حاضر خود آقای دکتر داوود مرادیان مشاور وزیر امور خارجه افغانستان با خود داریم که در ادامه برنامه انشاءالله به این مشکل هموطنان ما که در عربستان سعودی زندگی میکنن پاسخ خواهد داشتن. همچنان آقای محمود منجمزاده، ژورنالیست و خبرنگار آزاد مقیم آلمان هم با خود داریم که اینا بیشتر در رابطه با وضعیت مهاجرینی که در آلمان به سر میبرند بر ما شما معلومات خواهد دادن. مهمان دیگه ما آقای شجاع‌الدین شجاع، مشاور وزیر عودت مهاجرین افغانستان است که ایشان هم به نمایندگی از وزارت عودت مهاجرین در رابطه با مشکلات مهاجرین با ما و شما صحبت‌های خود داشتن. صحبت خود با آقای شجاع آغاز می‌کنیم. معلومات شما در قسمت اخراج اجباری مهاجران مقیم آلمان چه هست و وزارت عودت مهاجرین چی تدابیر در قسمت حل مشکل از اینا داره؟ متأسفانه بگویم که در جمله کشورهای اروپایی ما که تا نوز نتوانسته دولت افغانستان با دولت آلمان
موافقت نامه دو جانبه یا سه جانبه که مانند سایر کشورها و توافق رسیدن داشته باشند. ما تای چند ماه گذشته که تظاهرات در آلمان صورت گرفت، در اونجا فشارهایی که طرف دولت آلمان سر مهاجرای دروج بوده باشند وارد شد، حتی از دروس باز موندن در بعض شهرها، اونا تماس گرفتن افغانها. ما از سلسله وزارت محترم خارجه باز هم خواستیم یک باب مذاکره خلاص شود. از سفارت کارمندایشان خواستیم در وزارت، با افغانهایی که در اونجا بوده باش داشتن با یک تعداد در تماس شدیم که بیان که این مردم متقل به این شود که مثل سایر کشورها یک موافقتنامه امضا شود، عودت داوطلبانه صورت بگیره و همین مشکلات های مردم رو در نظر گرفته شود. یک وقت است که دولت آلمان میخواست 16,000 نفر افغان اجباری خارج کنند، گفتند که ما برای اینا کمک میکنیم، کمک مالی تا اینا برن در افغانستان رای معیشت خدا برابر بسازند در اونجا. ولی آمده 16,000 نفر برای افغانستان یک مشکلات بود. ما کوشش اما افغانایی که در اونجا بودند از سلسله های مختلف تانستیم که مردم در اونجا بمانه از این صرف نظر شود. با این رای کردن مردم که دیپورت روان میکنن اکثر کشورها دارن، ولی در اوج با اونا توافقنامه ما نداریم. اگر اینا خواسته باشن بازم این خارج کنن، با ما کدام توافقنامه دو جانبه یا سه جانبه که با کشورها داریم آلمان ندارن. چه تعداد افغان ها در از سال گذشته تا امروز به شکل اجباری از کشور آلمان خارج شدن؟ متاسفانه که ایسای دقیقش نمیفهم دیگه، میشه که وزارت خارجه معلوم باشه که از اونجا که با اینا آتش کرده، چون ما در اونجا نه نماینده داریم نه که از اونا پروتوکول. آیا شما تایید میکنین که افغان ها به طور اجباری از آلمان خارج میشن؟ بله، چرا نه. آقای منجمزاده، شما که به عنوان یک خبرنگار در کشور آلمان زندگی میکنین، تحلیل شما از وضعیت زندگی افغان های مقیم آلمان چگونه است؟ به نام خدا. البته شما کاتگوری های مختلفی را از حضور مهاجران افغان در آلمان گفتین، من به این بحث نمیخوایم بپردازم، ولی از مدت 2 یا 3 سال به این طرف است که مرتب در ایالات های مختلف آلمان وزرای داخل کنفرانس هایی را دارن و صحبت هایی را دارن مبنی بر اخراج پناهندگان افغانی که در ایالات هایشان هست، که از جایی که بیشتر افغان ها یعنی در حدود 23 تا 27% افغان ها در ایالت هامبورگ زندگی میکنن و زیادتر مورد تهدید هامبورگ است در مرحله اول. با گزارشاتی که من دارم و در تظاهراتی که در 3 ماه گذشته صورت گرفته، سناد ایالت هامبورگ بیشتر از تمام نقاط آلمان به اخراج اجباری پناهندگان افغانستان اقدام کرده. اینا میخواستم ما واقعا بگویم که در تمام اطلاعات و ملاقات هایی که ما با نمایندگان پناهندگان در آلمان داشتیم و حتی با تعدادی از وکلای مهاجرین، هیچ گونه تعهدنامه ای از طرف دولت افغانستان از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزارت دولت مهاجرین و وزارت خارجه توافقی مبنی بر اخراج صورت نگرفته. ولی گویا سال گذشته تعدادی از وکلا با 1 نفر 2 نفر از سناد هامبورگ به کابل آمدن و ملاقات های شفاهی را با وزارت عودت مهاجرین داشتن. گفته میشه که در یکی از این ملاقات ها ضمن عدم رضایت مقامات افغانی در اینجا گفته شده که شما ما خود به هیچ عنوانی راضی نیستیم و اگر شما میخواهید که تعداد از افغان ها را خارج بکنین ما در این رابطه چیزی گفته نمیتونیم. به همین رابطه بوده که تعداد تقریبا هر هفته بین 5 نفر تا 8 نفر از ایالت هامبورگ توسط مقامات مسئول امنیتی ایالت هامبورگ به فرانکفورت فرستاده شده و از اونجا توسط طیاره آریانا به افغانستان انتقال پیدا کرده. چرا بیشتر مهاجرین از هامبورگ اخراج میشن تا از شهرهای دیگه آلمان؟ البته چند علت داره. یکی که وضعیت کار در هامبورگ طوری است که زیادتر پناهندگان افغان را به شهر میکشانه، یعنی وضعیت کاری بهتر است، زمینه کار فراهم است. آقای دکتر مرادیان، شما به عنوان مشاور وزارت خارجه افغانستان چی اطلاعات دارین در خصوص اخراج اجباری امی بخش 4 را که من در ابتدای صحبت خود
خدمت شما و بینندگان تلویزیون به عرض رساندم چی هست و وزارت خارجه افغانستان چقدر توانسته از مجاری سیاسی و دیپلماتیک به حل از این مشکل اقداماتی داشته باشه. ببینید ما در وزارت امور خارجه یک فرمولی داریم در مورد مسئله شهروندان افغانستان در خارج از افغانستان، بخصوص اونهایی که پناهنده هستند یا پناهجو هستند. به این فرمول 4 بخش داره. ما خواهان بازگشت داوطلبانه، آبرومندانه، قانونمند و تدریجی تمام افغانها به داخل افغانستان هستیم. ما تحت هیچ شرایط بازگشت اجباری پناهنده ها و افغان های از هیچ کشور ما قبول نمی کنیم و ما با کشورهایی که افغان ها در آن حضور دارن گفتیم که ما خواهان بازگشت داوطلبانه افغان ها هستیم و این بازگشت باید آبرومندانه هم باشه و این بازگشت باید قانونمند هم باشه و این بازگشت باید تدریجی هم باید باشه و این پیام ما به ایران، به پاکستان، به هلند، به آلمان، به انگلستان و جاهای دیگه ما گفتیم که این مکانیزم بازگشت افغان‌های در کشورهایی که در افغان‌ها در اون زندگی میکنن باید در چارچوب این 4 شرط باشه و هر نوع بازگشت که مخالف مفاد این 4 شرط باشه از دیدگاه وزارت امور خارجه غیر قابل. علی ارفار شما برای حکومت آلمان گفتین، مطرح ساختین و نتایج حاصله از چه قرار بود؟ ببینید ما با آلمان ها گفتیم در چندین مورد که این فرمول ما تکرار کردیم و ما هر نوع بازگشتی که اجباری باشه ما مخالفت خود نشون دادیم و با آلمان ها ما میگوییم و گفتیم که یادآوری کردیم که کنوانسیون 1951 ژنو اینو باید رعایت کنند و ای که همچنین کنوانسیون های در مورد چگونگی رفتار با شهروندان کشورها وجود دارد ما یادآوری میکنیم به کشورها. اما فراموش نکنید که خود آلمان سیستم سیاسی یک نوع سیستم فدرال میباشد، یعنی آن چیزی که دولت فدرال تصمیم میگیره شاید در سطح ولایات چیز مثلا در هامبورگ سیاست بسیار متفاوت داره در با فرانکفورت. پس این تفاوت های سیستم های سیاسی کشورها را دقیق است که هر کشور قانون خاص خود در رابطه با یک موضوع داره و اما مسئله مهاجرت یک مسئله بین المللی است. آیا کشور آلمان در مسئله مهاجرت کدام موافقت نامه را با ملل متحد امضا کرده، با سازمان مهاجرت و یا UNHCR که چگونه باید با مهاجرین برخورد داشته باشه و یا اینکه قوانین خاص کشور خود بالای مهاجران تعریف کنه؟ کشور آلمان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون 1951 ژنو میباشد و همچنین کشور آلمان امضا کننده خیلی از معاهدات بین الملل در مورد حقوق پناهنده ها و مسائل حقوق بشر هست و ما کاملا اطمینان داریم که دولت فدرال آلمان متوجه مسئولیت های حقوقی خود می باشد. هرگاه کشور آلمان بخواهد در قسمت اخراج مهاجران افغان از کشور خود به شکل اجباری ادامه بده، طوری که خود شما فرمودین، آیا این عملشان مخالف همی کنوانسیون هایی که شما نام بردین نیست؟ ببینید این یک بحث پیچیده حقوقی داره که مطرح کردن بحث وقت زیادی مطلبه، اما آن چیزی که برای ما به عنوان وزارت امور خارجه افغانستان مهم است، ما از تمام کشورها میخواهیم که امر بازگشت پناهندگان افغانی را مبتنی بر همین داوطلبانه بودن، آبرومندانه بودن، قانونمند بودن و تدریجی بودن انجام بدن و هرگاه یک از این کشورها مخالف یک از این 4 شرط عمل کرد ما اعتراض خود علنی خواهیم نمود.